لس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. همیانان عزیز و گرامی، درود فراوان بر شما. کوروش عرفانی هستم، در برنامه دیگر از سری برنامه های کاوشگری جامعه در خدمتتون هستم و این برنامه رو میتونید هر دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا برابر با ساعت 12:30 شب به وقت ایران تماشا بکنید و بازپخشی هم برای این برنامه در نظر گرفته شده که معمولاً چهارشنبه ها هستش، ساعت 2-3 بامداد به وقت کالیفرنیا که حدوداً ساعت 3-4 ببخشید، فکر میکنم میشه 2:30-3:30 بعد از ظهر چهارشنبه ها به وقت ایران. ما در حال بحث پیرامون موضوع در واقع رابطه بین استبدادمنشی و نافرهیختگی هستیم، در راستای بحثی که در یک کتابی که من منتشر کردم بر روی وبسایت kuroshirfani.com میتونید ببینید در مورد روانشناسی اجتماعی استبداد زدگی، و اونجا در پی راستی آزمایی این فرضیه هستیم که پیوندی وجود داره یا خیر بین نافرهیختگی و استبداد منشی. در برنامه های گذشته هم توضیح دادم خدمتتون که نافرهیختگی رو ما در کنار فرهیختگی بر این اساس تعریف کردیم که در وجود انسان گفتیم دو وجه وجود داره ببخشید دو وجه قابل مشاهده است. یکی وجه در واقع شکننده و آسیب پذیر انسان هستش، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی، که نقطه ضعف هر موجود بشریه، و در مقابل اون عذر میخوام عرض کردم که پدیده دیگه نقطه قوت انسان است که قدرت فکرشه، قدرت اندیشه‌شه، و به این ترتیب هر انسانی بر اساس اینکه کدوم یک از این دو وجه بشری رو برای تعامل با دیگران انتخاب میکنه میتونه تقسیم بشه به فرهیخته و نافرهیخته، به این معنا که انسان فرهیخته سعی میکنه در برخوردش با دیگران از قدرت استدلال، از قوه استدلال، از بحث، گفتگو و اقناع و دلیل آوردن و بهره برداری به طور کلی از خرد و دانش در واقع روی بیاره و با اونها ارتباط خودش رو با دیگران تنظیم بکنه، این انسان فرهیخته است. و در مقابلش گفتیم انسان نافرهیخته اون کسیه که برعکس سعی میکنه با استفاده از نقطه ضعف های دیگران به ارتباط با اونها بپردازه و لذا در مورد دیگران خشونت به کار میگیره، خشونت جسمی، گفتاری، کلامی، خشونت های به اصطلاح ضمنی یا آشکار، و بعد موارد دیگری مثل تهدید، مثل ترسوندن، تطمیع، حق بازی، تمام چیزهایی که برمیگرده در واقع به ویژگی های منفی وجود انسانی. این رو ما خصلت انسان نافرهیخته دونستیم، در مقابل فرهیخته که از قدرت فکر و نقطه قوت بشر استفاده میکنه، انسان نافرهیخته از نقاط ضعف دیگران استفاده میکنه. بعد اومدیم روی این موضوع که چگونه آدم ها فرهیخته و نافرهیخته میشن و بررسی کردیم به اصطلاح ریشه های تربیتی رو از ابتدای تولد تا در واقع بزرگسالی.
چندین هفته ما توضیح دادیم موضوع خیلی به اصطلاح جالب و بحث برانگیز دوران نوزادی رو، زمانی که متولد میشیم تا موقعی که میریم به وارد نظام آموزشی میشیم، و این دوران رو ما ازش به عنوان دوران تربیتی در خانواده نام بردیم که اولین نهاد تربیتی یک فرد از اعضای جامعه هست، و بعد وارد نظام آموزش پرورش میشه به عنوان نهاد دوم، نهادی که برخی معتقد هستن نهاد اصلی تربیتیه، حتی از خانواده مهمترش میدونن بعضی، ولی واقعیت اینه که همپا و همتای خانواده، مدرسه و نظام آموزشی تأثیر میذاره. ما در اون قسمت که راجع به خانواده صحبت میکردیم به پارامترهای مختلفی اشاره کردیم که چگونه تمام اون چیزی که ممکنه از چشم یک بیننده عادی نادیده گرفته بشه در شکل‌گیری شخصیت کودک نقش داره. در واقع در این فرایند تربیتی مثال آوردیم که از همون بدو تولد، محیطی که درش زندگی میکنه، سر و صداهایی که هستش، نوع برخورد پدر مادر، استفاده از کلمات خوب، استفاده از نوع ارتباط ملاتفت آمیز یا برعکس برخورد خشن، همه اینها به سهم خودش گفتیم که در شکل‌گیری شخصیت ما تأثیر میذاره و بعدها ما رو به عنوان فرهیخته و نافرهیخته مسیرمون رو تعیین میکنه. اما ما خیلی اونجوری اغراق نکردیم، اگر یادتون باشه، برای هموطنانی که دنبال میکنن اون بحث دوران، بحث کاوشگری رو، در اون دوران کودکی ما زیاد نیومدیم روی این که بله اتفاقی میفته که دیگه تا آخر عمر تغییر ناپذیره، برای اینکه در سن و سالی هستیم هنوز در اون قسمت از بحث که خیلی تحولات در انتظاره و در راهه، و بنابراین نباید به آنچه که در دوران کودکی میگذره به عنوان یگان عامل تعیین کننده شکل و تیپ شخصیتی آدمها بها دادش. صد البته مهم تعیین کننده است، در بسیاری از موارد غیر قابل جبرانه، اما مطلق نیست و همیشه و همیشه انسان به دلیل اینکه موجود فراگیر هستش، موجود یادگیره، میتونه با استفاده از فرصت‌های بعدی که براش به وجود میاد در مدرسه، در دانشگاه، در محیط کار، در زندگی اجتماعی خیلی از کمبودهای دوران کودکی رو جبران کنه. برای همین ما اهمیت بیشتری دادیم، اگر خاطرتون باشه، به اون مرحله‌ای که کودک وارد نظام آموزشی میشه و شروع میکنه از اون نظام آموزشی تأثیر پذیرفتن. برای اینکه بتونیم بحث رو در اون دوره جمع و جور کرده باشیم، ما اومدیم از یه شاخص خیلی پایه‌ای استفاده کردیم و اون هستش که بر این نظام آموزشی چه نوع تفکری حاکمه، چه دستگاه فکری هستش که تعیین کننده ماهیت کار اون نظام آموزشی در ایران، در بلغارستان، در امریکا، در انگلستان و غیره هستش. و زمانی که خواستیم یک تقسیم بندی برای انواع تفکرها یا نظامهای فکری حاکم بر نظامهای آموزشی دنیا بکنیم، اونو به دو قسمت تقسیم کردیم اگر خاطرتون باشه، یکی نظام تفکر انتقادی بود و یکی نظام تفکر ساده. نظام تفکر انتقادی ویژگیش این بود که هوشیاری رو، کنجکاوی رو، پرسشگری رو و عدم باور رو به صورت دست بسته در کودکان تقویت میکنه، یعنی در واقع به جای اینکه هی فکر به ذهن بچه ها بکاره، این فکر فلانیه، این نظر فلانیه، فکر کردن رو بیشتر یاد میده و تفکر ورزی رو در افراد تقویت میکنه. این ویژگی نظام های آموزشی هستش که بر مبنای در واقع تفکر انتقادی بنیان گذاشته شده و شکل گرفته و عمل میکنه. در مقابلش گفتیم یه چیزی وجود داره به اسم تفکر ساده که بچه ها رو یا دانش آموزا رو خیلی ساده لوح بار میاره، کنجکاوشون نمی کنه، پرسشگرشون نمی کنه، معمولا حس کنجکاوی و سوال برانگیزی رو در اونها در واقع سرکوب می کنه، جواب نمی ده، تقویت نمی کنه، لذا در اون پایان کار نظام آموزشی، حالا شما میتونید در مقطع پیش از دانشگاه، دبیرستان در نظر بگیرید، زمانی که نفر دیپلم دبیرستانش رو میگیره، یا حتی این در مورد دانشگاه هم صادقه، اون فارغ التحصیل نهایی به عنوان دیپلم لیسانس یا فوق لیسانس و غیره، بسته به این که در چه نظام آموزشی
دوران تحصیلی خودش رو گذرونده، دارای دو سری از ویژگی‌های شخصیتی میشه که یکیش عبارت است از یه انسان باز، گشاده ذهن، دارای عمق نسبت به مسائل، کنجکاو در پی یافتن روابط علت و معلولی پدیده‌ها، نسبت به حرف دیگران با احترام برخورد میکنه ولی چیزی رو قبول نمیکنه تا زمانی که اون رو مورد آزمایش قرار بده. و یا اینکه اگر شما در یک نظام تفکر ساده تربیت شدید، فردی هستید که زیاد کنجکاو نیستید، زیاد پرسش مطرح نمی کنید و آمادگی این رو دارید، دقت بکنید، برای اینکه همین رو بازتولید بکنید در قالب معلم و پدر و کارمند و اینها در درون جامعه و تداوم ببخشید به یک دور تسلسل باطلی که انسان سرکوب شده در واقع غیر کنجکاو، انسان سرکوب شده غیر کنجکاو بعدی رو تربیت میکنه و این روند همینطور ادامه پیدا میکنه. اما ما اومدیم روی این نکته در نهایت هفته گذشته که مجموعه این فرایند تربیتی در خانواده و در نظام آموزشی باعث شکل‌گیری تیپ‌های شخصیتی مختلف میشه و در مورد نافرهیخته‌ها سه تیپ شخصیتی رو نام بردیم که عبارت بود از انسان سلطه‌جو که موضوع بحث هفته گذشته و امروز هستش، بعد گفتیم یه انسان مهرطلبه که دوست داره مهر دیگران رو نسبت به خودش جلب بکنه، و انسان انزواجو، کسی که دوست داره منزوی باشه. این سه تیپ شخصیت، سه تیپ شخصیت غیر سالمی هستش که نمودهای اون چیزیه که ما ازش به عنوان فرد نافرهیخته نام بردیم. به این ترتیب بحث ما هفته گذشته رسید به این جایی که اولین تیپ این تقسیم بندی که انسان سلطه‌جو هست چه ویژگی هایی داره و شروع کردیم یه سری از این ویژگی ها رو برشمردن. من امروز بنابراین بحث انسان سلطه‌جو رو کامل می کنم و هفته آینده میریم بر روی دومین تیپ شخصیتی نافرهیخته که عبارت است از انسان مهرطلب. در مورد انسان سلطه‌جو یا سلطه‌گر گفتیم که این از کلمات لاتین مختلفی مثل سایکوپات، سوشیوپات میادش و همه اینا حکایت از این داره که ما در مورد اینکه جنبه فردی و روانشناختی این موضوع رو عمده بکنیم یا جنبه اجتماعی و جامعه شناختی اون رو، یه مقدار اختلاف نظر وجود داره، ولی همونطوری که خدمتون گفتم هر دو اینها در بسیاری از موارد با همدیگه تقاطع پیدا میکنه. یعنی کسی که ازش به عنوان دارای مشکل روانی و یا دارای مشکل ارتباط اجتماعی نام میبرن، یه سری ویژگی‌های مشترک دارن که ما برای اینکه هر دو اینها رو منظور کرده باشیم در بحث خودمون از واژه انسان سلطه‌جو استفاده میکنیم و گفتیم که این انسان فردی است که تلاش داره در تعاملش با دیگران بر روی رابطه خود با دیگران سوار باشه، مسلط باشه، تحت کنترل داشته باشه این رو. و گفتیم که ویژگی این انسان سلطه‌جو این استش که خودش رو و دیگران رو بیشتر به عنوان یک شی میبینه، یعنی اون وجه عمیق دارای اصالت انسانی رو زیاد مورد توجهش نیست، چون نمیشناسه. به یاد بیاری تمام بحثایی رو که ما داشتیم در طول این نزدیک به 30 هفته در مورد شکل‌گیری شخصیتی که انسان براش زیاد اهمیت نداره، عمق ذهن، عمق اندیشه، رفتن به جزئیات و اینا زیاد براش مهم نیست، و آنچه که خیلی مهمه این استش که بتونه صرفا منافعش رو تامین بکنه. من این موضوع رو در بحث خودمداری هم مطرح کرده بودم و گفتم انسان خودمدار انسانی است که بر مبنای، دقت بکنید، مدار خودش جهان رو می‌بینه. یعنی هر چیزی که در حوزه فهم خودشه، حوزه به اصطلاح منافع خودشه، زندگی مستقیم خودشه، در جهان خارج براش وجود داره، هرچی هم که بهش مرتبط نیست اصلا وجود نداره. حالا شما بشینید 10 ساعت هم براش صحبت بکنید در مورد فقر و بدبختی و اعتیاد و گرسنگی و نمیدونم چی و چی و اینا، تا زمانی که به فرد خودش، دقت بکنید، نه حتی به خانوادهشو، به فرد خودش باز نگرده نمیتونه درکی در این زمینه داشته باشه. انسان سلطه‌جو به عنوان نافرهیخته و باز عقبتر بریم به عنوان خودمدار، یکی از این تیپ هاست، یکی از این تیپ هاییه که دیگری براش زیاد اهمیت نداره، دیگری خلاصه میشه در یه موجودی که باید یه بهره ازش برد،
یه استفاده ازش کرد، الان برام یه غذای خوب بپزه، یه مقداری پول ازش بیرون بکشم، منو برسونه به یه جایی، نمیدونم برام یه کاری فراهم بکنه، ازش بتونم یه بهره جنسی ببرم، و انواع اقسام کارکردها برای این فرد در نظر میگیره، ولی هیچ وقت وارد عمق شخصیت این نمیشه، هیچ وقت سعی نمیکنه او رو درک بکنه. هیچ چرا؟ چون دقت داشته باشید فرایند تربیتیش چنین پدیده‌ای رو در ذهنش به وجود نیاورده. انسان نافریخته یه انسان سطحی گراست. یادتونه اینو بارها در بحث‌های قبلی آوردم که انسانی هستش که فقط و فقط با سطح مسائل کار داره، هیچ وقت به عمق نمیره، چون نه توانایی ذهنیشو داره، نه عادتشو داره، نه تمرینشو داره، نه علاقهشو داره، تشویق نشده در این زمینه. بنابراین رابطش با دیگران یک رابطه کاملا ابزاری، اینسترومنتال به قول معروف، و سعی میکنه که ببینه دیگری چه سودی میتونه براش داشته باشه، چه بهره‌ای میتونه براش داشته باشه. همون کافیه. و دقت بکنید این خصوصیتی که هفته گذشته توضیح دادم همه جا شما میتونید این رو ببینید، یعنی در هر سطح رابطه‌ای میتونید ببینید. ببینید انسان سلطه‌جو براش فرق نداره دیگری کیه، مادرشه، پدرشه، فرزندشه، همسرشه، دوستشه، همکارشه، کارمندشه، همسایه‌ست یا یه آدم غریب است، همه رو به چشم ابزار میبینه، منتها از هر کس بهره خاص خودش رو میبره. از مادرش یه جور سوء استفاده میکنه، از همسرش به یه طریق دیگه، از نمیدونم فرزندش به یه طریق دیگه. مثلا اگر فرزند درس خونی داره، خیلی درسش خوبه و نمیدونم نمراش عالی و اینا، سعی میکنه فخر بفروشه به فرزندش و به این ترتیب مقام خودش رو بالا بیاره. به خاطر بچه نیست، به خاطر اینکه اگر بچه درس نخون بود تو سرش هم میزدش، برای اینکه نشون بده او پدر بسیار خوبی است یا مادر بسیار خوبی است و بچه‌ش بی‌لیاقت بار اومده. یه همچین تیپیه. یعنی شما نمیتونید هیچ وقت بر روی یک خط مشخص 4 تا پرنسیپ اخلاقی رو ببینید که این آدم مثلا دیگه این خط قرمزاشه رعایتش میکنه. همه پرنسیپ های اخلاقی رو انسان سلطه‌جو میتونه هر آن که اراده میکنه زیر پا بگذاره. با چه هدفی؟ با هدف بهره بردن. کلمه که در انگلیسی به کار میبرن یوز هستش، یعنی به کار گرفتن دیگران، مانند ابزار از چیزی استفاده کردن. در واقع آدم های دیگه به قول زبان عامیانه براش مثل آچار فرانسه میمونن، هر جایی که لازم باشه هر کاری بکنه و بتونه از اون فرد بهره لازم رو ببره همون کارو میکنه. اصلا براش مهم نیست که این از لحاظ اخلاقی درسته یا نه، از لحاظ ارزشی آیا این مسئله داره یا نه، منطبقه با هنجارهای اجتماعی هست یا نه، این براش اهمیت نداره. چیزی که اهمیت داره اینه که بتونه کارش رو اصطلاحا میگن را بندازه. ولذا آدمی هستش که مثل بوغلمون رنگ عوض میکنه، در مقابل ضعیف بسیار قوی و بیرحمه، در مقابل آدم قوی بسیار زبون و چاپلوسه. تمام این رنگ عوض کردن ها رو مرتب داره. با چه هدفی؟ با این هدف که بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه، و هدفش هم چیزی نیست جز بهره بردن از دیگران برای منافع خیش. اجازه بدید حالا یه مقدار فهرستوار من چند تا از خصوصیت هایی رو که در روانشناسی اجتماعی در واقع درباره شخصیت سلطه‌جو نام میبرن به عنوان خصلت هاش در موردش صحبت بکنم، و به این ترتیب امروز بتونیم این بحث این تیپ شخصیتی رو ببندیم اگر امکان پذیر باشه، و از هفته دیگه بریم روی تیپ شخصیتی انسان مهرطلب به عنوان دومین نوع از کاراکترهای افراد نافریخته. خصلت اولی که در مورد انسان سلطه‌جو میگن اینه که دارای یه سری از جذابیت ها هست، یعنی مثلا سعی میکنه ظاهرش رو، نمیدونم تیپ و قیافش و لباسش و اینا رو حفظ بکنه، یا اینکه خوش کلام باشه، خوش بیان باشه، خوش ادا باشه اصطلاحا. اما همه جا اینو گفتن که خیلی سطحیه، یعنی عمق نداره. شما خیلی راحت میتونید به در واقع اصطلاحا آبکی بودن این شخصیت پی ببرید. کافیه خودتون شخصیت محکمی داشته باشید، مسحور او نشید، مجذوب او نشید، تا بتونید گافاشو پیدا بکنید و به این ترتیب بیرون بکشید، ببینید که این جذابیتی که داره میکنه خیلی به اصطلاح روبناییه و فاقد هر گونه عمقی هستش. اگر مثلا خوب صحبت میکنه فقط برای اینکه شما رو جذب بکنه، فقط برای اینکه آدم اینتلوی جلوه بکنه، آدم روشنفکر رو نمیدونم فریخته جلوه بکنه، ولی به محض اینکه یه ذره اوضاع پیچیده بشه یا به محض اینکه ببینید یه زبان دیگری به دردتون میخوره، میبینید که به زبان چارواداری هم صحبت میکنه و هیچ گونه
تعصبی نداره روی اینکه روی پرنسیپاش بمونه و همیشه از یک فرهنگ واژگانی مؤدب و مبتنی بر احترام برخوردار باشه. ویژگی دوم این که بسیار اهل، همونطوری که هفته قبل سعی کردم براتون ترجمه بکنم، واژه منیپولیشن رو، بسیار اهل دستکاریه، دوست داره با آدم ها بازی بکنه اصطلاحاً. بنابراین یک توانایی خیلی قوی درش وجود داره. در جهت چی؟ در جهت هنرپیشگی. در واقع ببینید که به سرعت رنگ عوض میکنه و شروع میکنه به قول معروف اگر لازم باشه به شدت گریه میکنه، اگر برعکس لازم باشه به شدت میخنده، خودش خوشحال نشون میده، بسیار غمگین نشون میده، اگر لازم باشه این بینابین وامیسته، هر جوری که بگید عمل میکنه تا یه جوری اصطلاحی که الان جوانای ایرانی به کار میبرن مغزنی میکنه، مخزنی میکنه، مخ شما رو بزنه به قول بچه های ایران و چکار بکنه، کنترل شما رو در دست بگیره. با چه هدفی؟ با هدف اینکه وادار به کاری بکنه که میخواد. ببینید انسان سلطه‌جو یا در بعضی جاها ترجمه میکنن انسان قدرتجو، قدرت طلب، قشنگ در چارچوب تعریف قدرت جا میگیره. تعریف قدرت چی هستش؟ میگن اگر شخصیت الف بتونه ب رو وادار به کاری بکنه، الف بر ب قدرت داره. این به تعریف خیلی ساده ایه. بنابراین این کاری که ب بدون دخالت الف انجام نده، این نمودی از قدرت. یعنی مثلا میگم من نشستم اینجا و تمایلی هم تشنم هم نیستش، اگر دیگری به من بگه که برو برام آب بیار، من بلند شم برم برای او آب بیارم، او بر من یه قدرت داره. حالا این قدرت ممکنه که مثبت باشه، خوب باشه، نمیدونم دل بخواه باشه، ممکنم بر اساس به اصطلاح پارامترهای منفی باشه. انسان سلطه‌جو که داریم در موردش صحبت میکنیم، این قدرت رو به هر قیمتی میخواد. براش مهم نیستش که شما از این کار خوشتون بیاد یا نه، به هر روی سعی میکنه که شما رو وادار بکنه که برید براش آب بیارید. مثلا میگه آقا من نمیخوام، الان کار دارم، مشغولم، نمیتونم برم. میگه آها، مثل که نمیخوای فردا مثلا ببرمت فلان جا، نمیخوای اون کارو برات رام بذارم، میگه آ خب پس برم براش آب بیارم. اینجوری دائم با شما بازی میکنه، با ذهنتون، با فکرتون، با احساساتتون، خواستهاتون، برای اینکه بتونه چیکار بکنه، بتونه قدرت خودش رو بر شما اعمال بکنه. دقت بکنید، هفته قبل گفتم اینجا وقتی کلمه قدرت میاد یا کلمه سلطه میاد، انسان سلطه‌جو میگیم، زور نیست تا الزامن. زور یکی از اشکالشه. ممکنه از لحاظ فیزیکی بسیار از شما ضعیف‌تر باشه فرد سلطه‌جو، ولی چون این هنر رو داره که دستکاری بکنه، بازی بده بکنه با شما، میتونه با همین قدرت چند برابر ضعیف‌ترش شما رو وادار به هر کاری که میخواد بکنه. نکته دیگری که به عنوان خصوصیات شخصیت سلطه‌جو میگن اینه که خیلی نسبت به خودش متوهمه. یعنی ممکنه دقت بکنید یه موقعا که یه ذره بهش زمینه بدید و راه بدید، حسابی اینا رو بیانم میکنه، اما حتی اگر بیانم نکنه، پیش خودش نسبت به خودش خیلی متوهمه. یعنی یک به قول معروف اوور استیمیشن، یه تخمین و احساس چی میگن، قابلیت مافوقی برای خودش قائل نسبت به دیگری. به همین خاطر هم هستش که دیگران رو، خیلی عذر میخوام، به عنوان کودنتر از خودش میدونه. همیشه معتقده که دیگران ابلهتر از اون، همیشه معتقده که او باهوشتر از دیگرانه. چون این تصور رو داره، در برخوردش با دیگران هیچ وقت خودش رو آماده نکرده که با انسان باهوشتر از خودش برخورد بکنه. برای همین هم هستش که وقتی با این واقعیت روبرو میشه، کسی رو میبینه که از او باهوشتره، به جای اینکه این رو به عنوان یه واقعیت بپذیره و اجازه بده که اون نفری که باهوشتره مثلا هدایت یه کار رو به عهده بگیره، خودش میخواد با هوش کمتر، با قابلیت کمتر بر اونی که باهوشه سوار بشه. خب یه کار اینجوری جز از راه غیر منطقی آیا ممکنه؟ و او اهل اینه، اهل کار غیر منطقیه، اهل استفاده از روش های غیر منطقیه، برای اینکه بتونه سوار بشه و کسی رو که قابل تر از او، پایین تر از خودش قرار بده، کسی رو که باهوش تر از او به اصطلاح در رده پایین تر قرار بده. و به خاطر همین هم هستش که در بسیاری از محیط های کاری شما میبینید که یه آدمی که قابلیتش الزاماً از همه افراد بهتر و بیشتر نیست، در مقام بالاتری قرار گرفته. و همه شما به عنوان یه ناظری که یا یه فردی که تازه اومدی تو جمع، میگید چه جوریه این داستان، این چرا رئیس شده؟ این به خاطر اینه که سلطه‌جو بوده طرف،
به خاطر اینکه بازیای لازم رو داده، اگر لازم بوده چاپلوسی رئیس کلو کرده، نمیدونم براش کادو برده، پشت سر دیگران بد گفته، غیبت، هر کاری که بگید لازمه انجام میده برای اینکه بتونه خودش رو در اون جایگاهی که لایق خودش میدونه به غلط قرار بده. خصوصیت دیگه این که هیچ گونه حس شرم، گناه یا خجالت اینا درش نیستش. یعنی شما هیچ موقع نمیتونید انسان سلطجو رو پیدا بکنید که در حال ندامت باشه، مثلا بگه آره اونجا من اشتباه کردم، واقعا بد رفت. اصلا اینجوری نیست. کار اشتباه انجام میده، کار نادرست انجام میده، خیانت میکنه و بعد که مچش گرفته میشه نمیگه که ببخشید آقا اشتباه کردم، ببخشید خیانت کردم، نه، هزار و یک توجیه برای خودش میتراشه و به شما ارائه میده. اگر لازم باشه دلایل دروغ میاره، مستنداتی که نامستندن براتون ارائه میده تا ثابت بکنه که کاری که کرده علارغم اینکه غلط بوده، علارغم اینکه قابل سرزنش بوده، ولی در عین حال به هر حال یه جوری بایستی از کنارش رد شد دیگه. نمیشه که حالا من بیام اونا عذرخواهی بکنم یا نمیدونم احساس شرم و ندامت داشته باشم. منو بر این دقت داشته باشید، یکی از ویژگی های انسان فرهیخته این استش که چون مسائل رو نسبی میبینه، مطلق نمیبینه، هر زمان برای خودش حق خطا قائله، حق اشتباه قائله، اشتباه در محاسبه، اشتباه در درجه احساسات، اشتباه در برخورد با دیگران، در فهم موضوعاتی که سایرین مطرح کردن، و به این ترتیب یه جایی برای خودش میذاره که اگر اشتباهش مبرز شد، به اصطلاح آشکار شد، بیاد و عذرخواهی بکنه، بیاد و احساس ندامت بکنه. اما انسان سلطجو شما این رو درش پیدا نمی کنید. ویژگی دیگه این که احساساتش بسیار کم عمقه، یعنی ابراز عشق میکنه به همسرش، به فرزندش، به پدرش، به مادرش، متا عمق نداره. یعنی چی؟ یعنی که با یه ناملایمتی که به وجود میاد، با یک تضاد منافعی که به وجود میاد، شما میبینید خیلی ساده نسبت به اونی که داشت قربون صدقش میرفت و اینا یک موضع‌گیری میکنه که اصلا میگید بابا این مثلا پدرت داری باهاش اینجوری صحبت میکنی، براش مهم نیست، براش مهمه که در تضادش با پدرش بتونه این رو به دست بیاره، اون چیزی رو که دلش میخواد. ولی لذا میگه آقا تو داشتی تا مثلا امروز صبح من دیدم قربون صدقه میرفتی، میگه بابا جون فدات بشم و قربونت بشم، امروز چه الان داری بعد از ظهر پشت سرش بد میگی؟ میگه آره پدر سوخته اینجوری کرده اونجوری کردش. ببینید به همین راحتی این ویژگی به اصطلاح این افراد هستش. میبینید 10 سال 20 سال داره با همسرش زندگی میکنه، اگر یه زمانی یهو یه پول کلونی از یه جای گیرش بیاد، برای اینکه چیزی به همسرش نرسه حاضر هر تقلبی بکنه، هر پدرسوختگری به کار بده، در مورد مادرش همینطور، در مورد پدر، خواهر، عزیزانش. پس میبینید که احساس برادری، احساس خواهری، احساس فرزندی، احساس پدریناش بسیار کم عمقه و این رو شما میتونید تقریبا در تمام روابطی که داره پیدا بکنید. و خدمتون بگم که الان اگر کسانی که در دادگستری هستن دنبال بکنید، میبینید که خیلی از موضوعاتی که اونجا مطرحه به عنوان پرونده قضایی از جانب کسانی که خیلی به هم نزدیک بودن، سالها با هم زندگی کردن، روابط خویشاوندی دارن، روابط دوستی دیرینه دارن، ولی به هم خیانت کردن، کلک زدن، نارو زدن و غیره. چرا؟ برای اینکه احساسات کم عمقه، عمق نداره، ریشه نداره. برای همینم عرض میکنم که شما میتونید به یک ابراز دوستی خیلی عادی، سطحی یک انسان فرهیخته اعتماد کنید، بدونید که پشت اون همینقدر که بگی من شما رو آدم خوبی میدونم، براتون احترام قائلم، همین، مطمئن باشید، بسیار ارزشمندتره نسبت به تمام قربون صدقه هایی که دیگری یه انسان نافرهیخته میتونه ببره. من فداتم، اصلا شما آقای، اصلا شما، ما خاک زیر پاد. از این داستانا اینو بدونید که چون واقعی نیست نباید روش حساب بکنید. انسان فرهیخته کسیه که کلامش اندازه گیری شده است و پشتش محتوا خوابیده، پشتش فکر خوابیده، پشتش احساسات عمیق خوابیده و در پی تمام این واژه های پرزرق و برق انسان نافرهیخته چیزی نیست، به قول معروف یه اقیانوس هستش اما به عمق یک وجه. ویژگی دیگری که روانشناسان و جامعه شناسان برای انسان های سلطجو نام میبرن
عدم صلاحیت در عشق واقعیه. عدم صلاحیت، دقت بکنید، یعنی اینکه واقعا ویژگی هایی که بتونه باعث بشه اونها عشق واقعی رو تجربه بکنن ندارن. میدونید چرا؟ برای اینکه اون خصلت تعریف پایه‌ای رو که از انسان سلطجو گفتیم فراموش نکنید، دیگران رو به چشم ابزار میبینه. آخه من میشه آدم عاشق آچار فرانسه بشه، عاشق مثلا نمیدونم صندلی بشه؟ ابزار دیگه، میگه آقا اینا استفاده میکنم، هر موقع هم خراب شد میندازمش دور. انسان سلطجو با دیگران اینگونه تنظیم میکنه، درسته که اینجوری فرمولش نمیکنه، ممکنه حتی به مخیله خودش هم هیچ وقت اینگونه فرموله نشه، اما واقعیت رابطش اینگونه هستش. خب شما وقتی دیگری رو به چشم ابزار ببینید، آره مثلا یه دختر خانومی رو در نظر بگیرید که آقا پسری میادش خواستگاریش، به جای اینکه نگاه بکنه ببینه با این تفاهم داره، میتونن با هم دیگه رابطه خوب احساسی، فکری، محتوایی برقرار بکنن قبل از اینکه ماجراهای دیگه‌ای به وجود بیاد، قبل از اینکه پارامترهای دیگه‌ای مطرح بشه و وارد یک فرایند عشق بشن با هم دیگه، یعنی علاقه پیدا بکنن که یه ترکیبی از آگاهی و خرد و احساسات عمیق و لطیف انسانیه. این عشق دیگه، عشق به قول معروف یه انسان فرهیخته این گونه هستش، ترکیبی از خرد و احساس. احساس 100% نیست، خرد 100% هم نیست. خرد 100% یعنی محاسبه و چتکه کردن، احساس هم یعنی چی؟ یعنی در حد مادونه انسانی عمل کردن. انسان واقعی اون هستش که این دوتا رو ترکیب میکنه و دائم این نوع نگاه خودش به معشوقش رو راستی آزمایی میکنه و به این ترتیب وقتی ابراز عشق میکنه، ممکنه یه بار در سال هم بیشتر نباشه، بسیار عمیقه، جایگاه داره، مورد داره، ریشه داره و بنابراین پایداره. میبینید که یه زوجی چقدر خوب و با احساس خوشبختی دارن 30 سال 40 سال با هم زندگی میکنن. ولی وقتی این نیست، وقتی من و شما تبدیل میشیم بر اساس این فرایند تربیتی که ما رو نافرهیخته میکنه و تبدیلمون میکنه به طور مثال به انسان سلطجو، میایم چیکار میکنیم؟ میریم خواستگاری، یا اینکه میان خواستگاریمون و بعد نگاه میکنیم به طرف، میبینیم که آقا مثل اینکه همچین قیافش که بد نیست، لباساش هم خوبه، شغل آقازاده، آها بله، درآمد قشنگ عین شرکت که میخواد شما رو استخدام بکنه، پرسشنامه گذاشتن، حالا فقط تو خواستگاری دیگه رو کاغذ نمیارن، همینجوری تو حافظه‌شون نگه میدارن که بعد ببرن اینا رو احتمالاً محاسبه کنن ببینن که درآمد ماهیانه چقدر میشه، ارث و میراث چقدر میشه، نمیدونم شانس مسافرت به خارج و رفتن و اومدن و همه اینا. بعد میگم جواب بله، زنگ میزنن به خانواده داماد خبر میدن که بله پسرتون واقعا خیلی آقاست و میتونه بیادش این ازدواج رو به خوشی و سلامتی انجام بدیم. اینجوری میشه. فراموش نکنید عزیزان، در ایران به خصوص من خطاب به نسل جوان میگم، این روندی که در تربیت خانوادگی در خانواده های ایرانی در بسیاریشون، نمیخوام به صورت مطلق بگم همشون، وجود داره و همچنین در نظام آموزشی به اصطلاح دارای تفکر آخوند پرورش یافته، از من و شما انسانهای نافرهیخته میسازن، چه بخوایم چه نخوایم. نمیگم باز به صورت مطلق، ولی اکثریتمون، اطمینان داشته باشید، زیاد با شک و تردید در این مورد برخورد نکنید، چون اگر غیر از این بود الان اینجایی که مملکت هست نبودیم، یه موقعیت خیلی بهتری داشتیم. چون از ما انسان‌های نافرهیخته می‌سازن، لذا یکی از این سه تیپ شخصیتی رو که داریم بحث می‌کنیم و به طور مشخص شخصیت سلطجو رو ما می‌تونیم داشته باشیم. بنابراین دقت داشته باشید، اگر میخواید وارد نوع رابطه هایی بشید که میدونید پشتش تعهد وجود داره و دراز مدته و مسئولیت برانگیزه، بعد بچه میاد به طور مثال در کادر ازدواج و تربیت بچه ها مطرحه و اینها، دقت بکنید که به عنوان یک انسان سلطجو برخورد نکنید، یعنی به عنوان یک انسانی که میخواد برخورد ابزاری بکنه و بلافاصله یه چیزی به دست بیاره و بعد خیالش راحت بشه. نمیدونی، میره دختره به دوستش میگه نمیدونی چه لوبتی، چه گوهری اومده سراغم، میگه چی؟ اولا مهندسه، اصلا مهم نیستش که مثلا اول بگه اینقدر پسر خوبیه، اینقدر با ادبه، اینقدر داناست، اینقدر مهندسه، تو فلان شرکت کار میکنه، پاسپورت فلان، ایناست معیارا. میبینید خب وقتی اینجوری شد دیگه بحث از احساسات و عمق احساسات و عشق و اینا واقعا نمیشه کردش. این که یه عذر میخوام، معامله ایه که با همدیگه صورت میدن دیگه، یه دیله اصطلاحا
یه تجارتیه به قول معروف، با هم دیگه قراردادی می‌بندن تا زمانی که خوب داره کار میکنه برای دو طرف که خوبه. موقعی که خانم یه مقداری شکم آورد و چاق شد و اینا، به سر میگه دیگه نه دیگه من بر اساس خوشگلید اومده بودم، خوشاندام بودید و نمیدونم چی و اینا، من الان باید برم سراغ یکی مثل اون، دیگه به دردم نمیخوری. اینورم اگر آقا ورشکست بشه، خانم میگه ای بابا من واسه مثلا کله کچلت اومده بودم گرفته بودم، مرد حسابی برای پولت بود، حالا که پول نداری برو پی کار. این مسائلی هستش که خودتون بهتر میدونید، بسیار بسیار نمونه های مختلف در داخل و خارج از کشور داره روی میده. نکته دیگه از ویژگی های شخصیتی انسان سلطه‌جو، میگن واکنش غیر انسانی نسبت به درد دیگری است. به عبارت دیگه احساس همدردی نداره با کسی که داره زجر میکشه. حالا اینو ممکنه که شما به صورت خیلی مشخص، مثلا اینکه بگه آها داری درد میکشی گور بابات مثلا، اینجوری نبینید، یه شکل ظریفتری داشته باشه، ولی در عمق میبینید که خبر خاصی نیست. به قول معروف یه موقع است یه آدمی میبینید انقدر رابطهشون عمیق و قویه که همسرش از در که میاد، از سر کار که میاد، چهرش یه خوردهی مثلا توی هم رفته است و مشوشه، همسرش تشخیص میده و بلا فاصله میره سعی میکنه که با او همدردی بکنه، ببینید چیه مشکل، با همدیگه یه مقدار صحبت بکنن و غیره و زاله. یکی هم میبینید که طرف میاد درد، داغون، جسمی، روحی، این هم اصلا به کارش نیستش، نشسته داره تلویزیون نمیمون، چطوری مثلا در این حده. این انسان سلطه‌جو، انسان نافرهیخته بگیم، ویژگیش اینه که زیاد مسئله نیستش. مثلا عرض میکنم حاضره برای اینکه پول کلونی به جیب بزنه مادرش رو از یه خونه پدری که به جا مونده بیرون بکنه تو سن مثلا 75-80 سالگی و میدونه که تو این سن برای مادر خیلی سخته که جا به جا بشه، خونه ای رو که فرض کنید 30-40 توش هستش، بهش علاقه و دلبستگی داره از دست بده، حالا بیاد بره مستاجری نمیدونم یا یه خونه کوچیکی، اسباب کشی و تمام درد سرا و غیر و زالک و اینها براش مهم نیست. میدونه که دردآوره ها، دقت بکنید، میدونه که برای مادرش خوشایند نیست، ممکنه مادر اینو ابراز بکنه، ممکنه هم با رفتارش به فرزندش بفهمونه، ولی براش مهم نیست. احساس انسانی نداره که بگی که اوه من مادرمه، یه عمری زحمت منو کشیده، نمیدونم این همه فداکاری، این همه عشق و علاقه به این محل، به این نمیدونم چی اینا، اینو برش میداره میبره اصلا توی محله غریبه، نه آدما رو میشناسه، در داغون توی خونه ای که من باید خونه رو بفروشم که میخوام با پولش مثلا نمیدونم فلان تخم دو زرده رو برای بیزنسم بذارم. این ویژگی انسان به قول معروف نافرهیخته از نوع سلطه‌جوش هستش. دیگری کنترل رفتاری خیلی ضعیفی داره، یعنی آدم هایی هستن که دقت داشته باشید خیلی شکننده، به خاطر اینکه عمق شخصیتی ندارن، اصطلاحا میگن استخونبندی شخصیتیشون خیلی ضعیفه، استخوصی نداره واقعا اون پیکره رفتاریشون، لذا در مقابل ناملایمات، در مقابل دشواری ها و سختی ها و اینا فرو میپاشن، به هم میریزن اصطلاحا. طرف میبینید واسه خودش برو و بیا و نمیدونم ماجراهایی داشته و خودشو یه یلی جلوه میداده، یهو میزنه و یه مشکلی مثلا توی کارش به وجود میاد، یه دوتا چک آنچنانی داشته برگشت میخوره و نمیدونم سه تا بدهکار میان، طلبکار میان دم خونه و اینا، اصلا میبینید به هم ریخته، نمیدونم زن برو یه خورده تریاک پیدا کن بکشم مغزم داره میترک. خب این چیه؟ این نشوننده چیه؟ نشوننده که نمیتونه مدیریت بکنه، آمادگی نداره اصلا برای اینکه با شرایط سخت برخورد بکنه. و چرا؟ برای اینکه بون شخصیتش ضعیفه. انسان سلطه‌جو انسانی که ادای آدم قوی رو در میاره. اینو من بارها در برنامه‌های سیاسی هم گفتم، گفتم شما ببینید اینایی که میان تو خیابون شما رو کتک میزنن و نمیدونم بالا سرتون عربده کشی میکنن، این تا زمانی که ازش میترسید اینجوریه. به محض اینکه مثل عاشورای سال 88 شما ورقو برگردونید میبینید چهار دست و پا رو زمین راه میره و گریه میکنه، به دست و پاتون میفته که رحم کنید به، و این خصوصیت رو داره، مطمئن باشید. و به همه خاطر هم از عزیزان که تمام دیکتاتوری ها فرو پاشیده در طول تاریخ، تمام مستبدا سرنگون شدن در نهایت، از زمانی که من و شما
این ویژگی رو که علم جامعه شناسی و روان شناسی در اختیار ما میذاره به عنوان داده، به عنوان دانش، اینو داشته باشیم، میدونیم که اینی که داره عربده کشی میکنه و نمیدونم تو سر دنیا میزنیم و میکشیم و فلان میکنیم و اینا، این کافی یه مقداری باید شما درست برخورد بکنید، تون برخورد بکنید به اندازه کافی، میبینید که وامیده، میبینید که هر چی داره واگذار میکنه، دیدید که مگه اون آقای قذافی نبودش واسه خودش احساس نمیدونم پیامبری و الهی و خدایی و اینا میکردش؟ مگه ندیدید مثل یه نمیدونم آدم مفلوک بدبخ از لوله فاضلاب کشیدنش بیرون و افتاده بود به دست پا گریه میکردش، زاری میکردش؟ اینه انسان سلطه‌جو، فقط به واسطه یه ضعف دیگران هستش که موفق میشه سلطه خودش رو سوار بکنه، به خاطر جهل دیگران هست، به خاطر ناگاهی دیگران هستش، ولی خودش که چیزی نداره، داریم یکی بعد از دیگری میاریم، میبینیم که همش ضعفه تو شخصیتش، نقطه قوتی نداره که بخواد روش حساب بکنه. پس این هم دقت بکنید، از انسان سلطه‌جو، از انسان نافریخته انتظار نداشته باشید که با شما همدردی داشته باشه. اگر دارید درد میکشید، او بیاد و همدلی بکنه، بفهمه، احساس مشترک باهاتون داشته باشه، به قول معروف تقسیم بکنه این باری رو که بر دوشتون هست. نکته دیگه ای که بر میشه مورن در مورد رفتارش، ضعف کنترل رفتارهاش هستش. یعنی چی؟ یعنی این که آماده این هستش که به قول معروف از درون فرو بپاشه، آماده این هستش که گاف بده در رفتارش، ادا اطفار زیاد داره، ولی یه ذره که بهش پیله بکنید ببینید ضعفاش تلق تلق میزنه بیرون. همینطور میتونید یکی بعد از دیگر اینا رو پیدا بکنید. اه توی که این همه یل جلوه میکردی واسه خودت، نمیدونم شیر خونه بودی و اینا، چی شد انقدر تو سری خور و بدبخت و مفلوک بارو به صلاح داری خودتو نشون میدی؟ برای اینکه اینجوری واقعیتش، اون به قول معروف ببر کاغذیه و اگر گیر بهش بدید با عقل، با منطق، با جدیت، با قاطعیت، اگر نترسید ازش، اگر اجازه ندید که ذهنتون و روحتون و روانتون رو دستکاری بکنه، مطمئن باشید از پسش بر میاید. داره شما رو کتک میزنه، دو دقیقه بعد که گیر بیفته میبینید زاری داره میکنه، زاری میکنه باز برای همون هدف ها، داره شما رو کتک میزد که شما رو سرکوب بکنه، الان هم داره زاری میزنه که شما نزنیدش که بتونی یه جورن سالم به در ببره. دائم محاسبه میکنه و به قول معروف رفتارش چون ریشه های عمیق نداره بسیار بسیار ضعیفه. مکانیزمای کنترلی که بر رفتارش داره خیلی ضعیفه، یعنی نمیتونه از ثبات شخصیتی، ثبات رفتاری برخوردار باشه که مثلا شما به عنوان همکار ببینید ایشون در طی مثلا یه سال دو سال دارید باش کار میکنید، همیشه آدم مؤدبیه، پرکار، منظمه، نمیدونم، نه روز اول که میاد میبینی عجب کار میکنه، عجب جدیه، چقدر دلسوزه، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، نمیدونم، بعد از این مدت میبینید نه کم کم زیر پاش شل شد و بی‌اعتنا شد و بی‌حوصله شد و فش میده و غیبت میکنه و از زیر کار در میره و اینا. چرا؟ چون اون چیزی رو که لازمه برای اینکه بتونه براش ثبات رفتاری به دنبال بیاره رو نداره و این امر ضعف مکانیزمای کنترلیشو نشون میده. نکته دیگه ای که برمیشمارم برای شخصیت های سلطه‌جو اینه که در رفتارهای اولیه‌شون خیلی مشکل دارن. دقت داشته باشید، یعنی در دوران نوجوانی، در به محض اینکه یه ذره سن و سالشون میره بالا، میبینید که میلشون به خلاف، به بزهکاری خیلی زیاده. این خودش یکی از علائم به اصطلاح تبدیل شدن به یه انسان نافریخته و بعداً تبدیل شدن به یه انسان سلطه‌جو. یعنی چی؟ یعنی دائم دنبال اینی که ببینی کجا میشه یه تقلبی، حقبازی، کلکی، دزدی، سرقتی، بزهکاری چیزی انجام داد. نمیدونیدم چراها، ممکنه شما، ولی اگر مجهز باشید به این دانش، به شما اجازه میده که بفهمید این یه روند تربیتی مسئله دار داشته، نافرهیخته بار اومده، نتونسته آنگونه که باید هنجارها رو درونی بکنه، ارزش‌ها رو ملکه ذهنش بکنه و لذا امروز یه آدمی که آمادگی همه چی داره. یه ذره بزرگتر بشه، گیر یه آدم به قول معروف قالطاق بیفته، میتونه ببرتش تبدیلش بکنه به یه آدم کش، بکنتش نمیدونم فروشنده مواد مخدر یا هر چیز دیگه. این هست و به عنوان یه واقعیت در جامعه ایرانی هم خودتون میدونید که داره عمل میکنه. بزهکاری نوجوانان درصدش هم بسیار بالا هستش.
یکی از نمودهای این است که سیستم، نظام اجتماعی و نظام تربیتی، نظام آموزش پرورش داره انسان‌های نافریخته رو تربیت می‌کنه برای نسل‌های آینده. این بچه‌هایی که می‌بینید 10 12 سالشون مشغول کارهایی هستن که بزهکاری محسوب میشه، حالا ناشی از فقر و غیر و ذلک، بدونید که اینا همه در برای نسل‌های آینده، یعنی برای زمان آینده، به عنوان نسل‌هایی که مثلا 20 30 40 50 سال دارن، نسل فعال جامعه، مشکلات عدیده‌ای برای کشور میتونن به دنبال بیارن. نکته دیگه بی‌مسئولیتیه. یعنی شما میتونید روی نمیدونم وفاداری موجودات غیر انسانی شاید حساب بکنید، ولی روی این اصلا حساب نکنید. روی انسان سلطه‌جو با این ویژگی‌هایی که داریم برمی‌شماریم اصلا و ابدا حساب نکنید. عدم اطمینان هم از جانب خود اونها دیده میشه، همین که هیچ وقت فکر نمیکنن که دیگران نسبت به اونها اعتماد دارن، اطمینان دارن. اینو دقت بکنید. یعنی در واقع اینطوری میخوام بگم که همیشه تصویری که از دیگران دارن یه آینه ای از اون چیزی که در درون خودشون هستش. این انسانهای سلطه‌جو چون به هیچ کس اعتماد نمیکنن، میگن آقا هیچ کس هم به ما اعتماد نمیکنه. الان هم که داره میگه به من اعتماد داره، دو حالت خارج نیست، یا داره دروغ میگه یا از سر نفهمیشه داره اینو میگه. به هر حال باید سرش یه جور کلا بذارم، باید بزنم تو سرش یه کلکی بهش بزنم. و لذا یه آدم اینجوری که هیچ چیزی رو جدی نمیگیره، هیچ رابطه‌ای رو جدی نمیپنداره، یه آدم 100% بی‌مسئولیته. اطمینان داشته باشید. ما الان نمونه هایی داریم در ایران که مثلا یک سرپرست خانواده به دلیل اینکه کارشو از دست داده یا درآمد نداره و اینها، به جای اینکه بره واقعا تلاش بکنه که یه رای پیدا بکنه، خرج زن و بچه رو در بیاره، نمیدونم بالاخره یه منبع درآمدی پیدا بکنه، اصلا زده زیرش رفته پیش ننش، مثلا رفته تنگ دل ننش نشسته، میگه آقا من نمیدونم چیکار کنم، ولم کنی دارم دیوونه میشم. خب این معلومه که آدم بی‌مسئولیت دیگه، آدم شخصیت سلطه‌جو. ببینید براش مهم نیست، میره پیش ننه میشینه، اینقدر زاری میزنه که ننهش بیا خیلی خوب پسرم بابا کشتی ما رو، بیا اینجا این اتاقو بگیر فعلا باش ببینیم چی میشه دیگه. حالا من از اولش هم میدونستم که اون عروس پدرسوخته شروع میکنه، مادرم مثلا اینجوری، و این بچه پسره بی‌مسئولیت، مسئولیت گریز، چون آدم اهل دستکاری ذهنه، حقه بازی و فریبه، بلا فاصله مخ مادرش رو میزنه به قول بچه های ایران و کنترل او رو به دست میگیره و به این ترتیب برای کاری که کرده اصلا مشروعیت و حمایت و پناه و همه چیز فراهم میکنه. پس فردا هم که اگر همسرش دست بچه هاش بگیره بیاره بگه که مردی که تو مگه پدر نیستی، مگه همسر نیستی، مگه مسئولیت نداری، مادرها رو میندازه جلو، خودش که حرفی نداره جز اینکه بگه من تن لشم، من نمیدونم بی‌مسئولیتم، عرضه‌ای ندارم، کاری از دستم بر نمیاد، بی‌مسئولیتم، اینی که نمیتونه بگه. چون گفتیم، یادتون هست گفتیم عدم ندامت، عدم شرم، عدم احساس گناه، هیچ وقت این احساس نمیکنه. تازه پیش خودش که نشسته میگه که زرنگم هستم، مثلا دیدی چه جوری گذاشتمشون، مثلا داره راجع به زن و بچه‌اش صحبت میکنه ها، اینجوری برخورد میکنه. اینو دقت داشته باشیم، ما داریم اینجا راجع به اصطلاح فرنگیش سایکوپت‌ها صحبت میکنیم، ترجمه کردم براتون، روان رنجه‌ها، کسانی که روانشون پریشانه، رنجه است، دچار مشکل شده و نمیدونن، در بسیاری از موارد نمیدونن. اما به هر حال این فرایند تربیتی که صحبتشو کردیم، من و شما رو آماده میکنه که سایکوپت بشیم، سوشیوپت بشیم و تبدیل بشیم به کسایی که جامعه ستیزن، انسان ستیزن، انسان کشن، نمیدونم دروغگوان، حق بازن و اینها. وقتی آگاه باشیم بر این فرایند، در مورد خودمون، در مورد فرزندانمون که در این نظام آموزشی دارن تربیت میشن، میتونیم در نهایت یه کاری بکنیم. ولی اگر در جهل باشیم، کاری از دستمون نمیاد جز اینکه به اصطلاح قربانی باشیم. نکته دیگه ای که میگن فقدان برنامه ریزی در زندگی واقعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه سبک زندگی که انسان سلطه‌جو دوست داره، حالا چه با درون خانواده خودش زمانی که ازدواج نکرده، چه بعدن که ازدواج میکنه، هر جایی، یا سر کار، اینور اونور، تو محفل دوستا، سبک زندگی انگلیه. یعنی شناسایی میکنه، دقت بکنید ذهنش برای این مسائل فعاله دیگه، شناسایی میکنه ببینه که پول کجاست، پولسازا کیا هستن، کیا کار میکنن، کیا سرشون میذارن پایین برن کار بکنن درآمد، اونو شناسایی میکنه، به قول معروف چترش رو روی اون باز میکنه و میشینه رو اون و از اون بهره میبره.
نمونهش که زیاد داریم این استش که شما میتونید موارد فراوانی پیدا بکنید، طرف حاضر میشه با یکی که 25 سال سنش مثلا بزرگتر از او ازدواج بکنه، برای اینکه ببینه پول داره طرف، حالا دختر پسر فرق نداره، میره میگه آقا اینجاست پول، اینجا خوابیده، حالا گروه باباش که مثلا چیزه، بعدا میریم نمیدونم فلان و فلانم میکنیم. و اینجوری میرن سراغ چی؟ میرن سراغ اینکه انگلوار به یک کسی متصل بشن، اصلا براشون مهم نیستش که لذتی از زندگی نمیبرن، معنایی در این زندگی ممکنه نباشه. حالا نمیگم الزاماً همه اختلاف سنها به این معنا هستش، دارم مواردی رو که خیلی کاسبکارانه پشتش محاسبه خوابیده عرض میکنم، و میرن به این ترتیب اینگونه ارتباط ها رو برقرار بکنن، برای اینکه چیکار بکنن؟ کار نکنن، مجبور به برنامه‌ریزی نباشن، صبح زود نخوان بلند شن، برن سر کار، مسئولیت بپذیرن و غیره و غیره. اینو دقت بکنید که انسان سلطه‌جو کارگریزه، زحمت‌گریزه، دائم به دنبال اینه که از حاصل کار دیگری استفاده بکنه، یعنی به معنی مطلق کلمه استثمارگره. استثمار میدونید دیگه، کلمه از ثمره کار دیگری بهره بردن معنا میده، و انسان سلطه‌جو یه چنین استثمارگری هستش. ممکنه بچهش رو استثمار بکنه، ممکنه همسرش رو، همکارش رو، پدرش رو، برادرش رو، فرق نمیکنه براش، مهم اینه که از ثمره کار دیگری برای خودش سهمی بگیره، سهم قابل توجهی بگیره. یه موقع این استثمار استثمار مادی است، یه موقع حتی از استثمار معنوی هم استفاده میکنه، یعنی شما میرید کار میکنید، زحمت میکشید، شهرت به دست میارید، نمیدونم محبوبیت به دست میارید، این آخر سر میادش خودش رو میچسبونه کنار شما، یه عکس اینجوری میگیره، بعد میبره همه جانش رو میده، میگه من با فلانی دوستم و نمیدونم اینا، یه بهره هم اونجوری ببره. بنابراین ببینید چه تیپ فردی هستش. نکته دیگه این که کسانی رو که تلاش میکنن او رو بفهمن، دقت بکنید، تحقیر میکنه، یعنی دیوار دفاعی داره، دقت بکنید، خیلی نکته مهمه. اگر میبینید که آدمایی هستن که به محض اینکه راجع به کاراکترشون، راجع به رفتارشون، شخصیتشون یه سوالی مطرح میکنید، صداشون بلند میشه، منو داری قضاوت میکنی، حالا دیگه شدی واسه خودت روانکاو، حالا ما رو کردی موش آزمایش، از این داستانا، این بدونید از این تیپ آدماست. آدمایی که تا حد زیادی نسبت به ضعف‌های درونیشون آگاهن، آدمایی که مچشون خیلی راحت میتونه گرفته بشه توسط یک فرد اخلاق مدار، توسط یک فرد منظم با برنامه مسئول که واسه خودش یک دو تا چهار تایی تو ذهنش داره، بلافاصله گافای اینا رو میتونه بیرون بکشه دیگه، دزدیایی که میکنن، حقوق بازیایی که میکنن، شارلاتان بازیایی که میکنن، میتونه مچشون رو بگیره. تا مچشو بگیری میبینی که سر صداش بلند میشه و سعی میکنه آخه تو کی هستی که میخوای منو قضاوت بکنی؟ مگه تو خودت همونی نبودی که اونجا این کارو کردی؟ مگه فلانی اینجوری؟ شما رو تحقیر میکنه تا شما رو از جایگاه کسی که بخواد ذره بین به دست بگیره و او رو مورد بررسی قرار بده در بیاره. وقتی که ناک اوتتون کردش، خیالش راحته، میگه تو اومدی منو بشناسی؟ تو اومدی ببینی من چه دست گلی هستم به قول معروف؟ اینجوری رد میکنه. یکی از مکانیزمای شناخته شده انسانهای سلطه‌جو هستش. هر چیزی رو که درک نکنه، اینو یادتونه من در ویژگی‌های انسان دارای تفکر پیچیده و تفکر ساده در یکی از برنامه عنوان کردم، هر چیزی رو که درک نکنه میگه اشتباهه. ببینید چقدر جالبه، سطح سوادش پایینه، سطح دانشش پایینه، برای اینکه نمیره به طور جدی کار بکنه، فقط اونجاهای وقت میذاره، مایه میذاره که براش چیزی داره. اگر بدونه مثلا تو تاریخ، آخه من چی میخوام تو تاریخ پیدا بکنم که جیبم رو پر بکنه؟ برم فلسفه بخونم برای چی؟ میرم حقوق میخونم که قوانین رو بشناسم بتونم پدر مثلا رقبامو در بیارم، یا چجوری نمیدونم ثروت مادرم و ثروت برادرم رو صاحب بشم. اینه، اینجور چیزا میرن. اما روی اون چیزی که فرهنگ عمومی اطلاعاتی هستش که من و شما لازم داریم برای اینکه بتونیم دنیا رو بهتر بشناسیم، نه، تأکیدی نداره. بنابراین عمیقا آدم بیسوادیه، انسان سلطه‌جو، و چون بیسواده زمانی که با یه موردی مواجه میشه که از حد درکش فراتر هستش، تنها چیزی که میتونه بگه برای اینکه اونو بی‌اعتبار بکنه چی؟ نه این درست نیست، اشتباس. حالا بهش میگه چرا اشتباس؟ دلیلی که نداره، فقط به صورت در واقع شبه غریزی اومده این رو به عنوان یه مکانیزم دفاعی که باعث بشه بیسوادیش رو نیاد، اینو ردش کرده.
اما برای اینکه بتونه توجیهش بکنه چیکار میکنه؟ هزار و یک دلیل میاره، هزار و یک بهانه میاره. مگه ندیدی اونجا که وارد شدش اینجوری اینجوری کردش؟ میگه حالا یعنی چی؟ خودتو نمیفهمی دیگه، اینجوری میگه. یعنی بلافاصله وارد فرایند معروفه به قول معروف ماسمالیزاسیون میشه و همه چیز رو ماسمالی میکنه برای اینکه بی سوادی خودش رو، بی دانشی خودش رو پشت اون پنهان بکنه. و اما ویژگی دیگری که بسیار هم مرتبط با بحث ما هستش در پیوند نافرهیختگی و استبدادمنشی اینی که آدم دیکتاتوریه. آدم دیکتاتور همونطوری که میدونید اینی که فضای فکر و ارائه فکر به دیگری نده. این خصلت دیکتاتور دیگه، یکی نمیخواد که شما بیاندیشید، یکی هم نمیخواد که اگر اندیشه کردید این رو بیانش بکنید، عنوانش بکنید. دیکتاتور به سطح در سطح فردی و در سطح اجتماعی هر دوش این خصوصیت رو داره. یعنی شما نگاه بکنید ببینید من و شما رو در دانشگاه، در دانشگاه جمهوری اسلامی میخوان از دانشی که باعث فکر میشه، همین تصفیه علوم انسانی که الان 3 سال به راه انداختن در دانشگاه بعد از جنبش سبز، در همین راستا نمیخوان که ما فکر بکنیم اولا، بعدش هم اگر قصر در رفتیم و فکر کردیم زمانی که بخوایم بیانش بکنیم میخوان پدر ما رو در بیارن، سانسور و اینترنت رو قطع کن و وبلاگ نویس رو بگیر و روزنامه‌نگار رو بنداز زندان و یکی رو شلاق بزن و اینها. ببینید این خصلت دیکتاتوره. به همین ترتیب انسان سلطه‌جو در روابطش با دیگران آدم دیکتاتوریه. یعنی اولا نمیخواد که شما فکر بکنید، به محض اینکه احساس میکنه تو ذهنتون داره یه چیزایی میگذره که ممکنه براش خطرناک باشه، میاد سراغتون، یه جوری به همش بزنه، یه جوری بترسونتون، یه جوری تهدیدتون کنه، یه جوری گولتون بزنه، فریبتون بده. این دوم اینکه حالا ممکنه از دستش در بره و شما فکر بکنید و به یه نتیجه‌گیری برسید که براش جالب نباشه، سعی میکنه خفتون کنه، سعی میکنه صداتون در نیاد، سرکوبتون بکنه. توی جلسه نشستید میخواید مثلا شما اظهار نظر بکنید، میزنه تو ذوقتون، حالتون رو میگیره، سر صدا را میندازه، حواس جمع و جلب پرت میکنه، میگه بچه ها بلند شیم بریم پارک مثلا فوتبال بازی بکنیم که شما نتونید حرفتون رو بزنید. ببینید این ویژگی رو داره دیکتاتور. به فرزندش اجازه نمیده حرف بزنه، به دانش آموزش، به دانشجوش، به همسرش اجازه نمیده، یا اگر اجازه میده به اصطلاح به محض اینکه احساس خطر بکنه سعی میکنه سر صدا به پا بکنه. درست مثل کارهایی که جمهوری اسلامی دیدید وقتی با یه خطری مواجه میشه، یه فیلی میره یه جای هوا میکنه، احمدی نژاد میفرسته تنگه هرمز که آقا برو اونجا که همه حواسا داره میاد و داستان یارانه و نمیدونم اتمی و اینا. از این بازی‌ها دارن دیکتاتوری‌ها و این به صورت فردی هم وجود داره و انجام میشه و به همین دلیلی که باید نسبت بهش خیلی به اصطلاح دقیق باشیم و بدونیم که علت این که انسان نافرهیخته از تیپ سلطه‌جو گرایش داره به سمت دیکتاتوری این استش که نمیتونه اطمینان داشته باشه به اون کولبار شخصیتی و ذهنی و دانش خودش برای اینکه با دیگران برخورد بکنه. از ضعف‌های خودش به شدت خبر داره. ما وقتی که وارد مباحث پیشرفته این بحث بشیم جلوتر، من توضیح خواهم داد که این برخوردی که مثلا زندانبان‌ها با زندانی‌ها دارن بیشتر از اینجا ناشی میشه، برای اینکه زندانبانه میدونه این کسی رو که به عنوان زندانی آوردن دارای درک، شعور، سواد، فهم، قدرت بیان اینها، و اون هیچ کدوم از اینا رو نداره، ولی حالا آوردنش زیر دست این گذاشتن، دست پاشو بستن، چششو بستن و این یه شلاق دستشه. ببینید چقدر رابطه نابرابره. اینه انسان سلطه‌جو، جایی که بتونه اینجوری با شما رفتار میکنه، اما بیرون که شما برادرش و خواهرش و فرزندش و همسرش و همکار و دوست و همسایه‌اش هستید نمیتونه که این کارو بکنه، یه جور دیگه ای وارد میشه و سعی میکنه که این دیکتاتوری خودشو به طریق دیگری اعمال بکنه و همین نکته هم هستش که سبب میشه ما بتونیم رگه‌هایی از پیوند بین نافرهیختگی و استبدادمنشی رو پیدا بکنیم. خصوصیات دیگری هم هست برای به اصطلاح این، وقت ما تمام هست اوکی، برای انسان سلطه‌جو، ولی از اونجایی که به اصطلاح فرصت نیست و هدف این برنامه هم نیستش که وارد به قول معروف تمام جنبه ها بشیم، همینقدر که بتونیم متوجه بشیم انسان نافرهیخته که سعی میکنه از نقاط ضعف دیگران استفاده بکنه چه تیپ شخصیت هایی رو در جامعه از این نوع میتونیم سراغ بگیریم، یکیش همین انسان سلطه‌گر و دستکاری کننده هست که ما سعی کردیم در این دو برنامه تشریحش بکنیم. هفته آینده من میام روی یه تیپ دیگری از شخصیت انسان نافرهیخته که انسان مهرطلب هستش و میبینیم با هم که اون چه ویژگی هایی داره. از شما تشکر میکنم. یک پیام نهایی هم بدم.
این فعالیت هایی که ما این در راستای این برنامه و برنامه تصویر آزادی داریم در چارچوب سازمان خودرهاگران هموطنان عزیز احتیاج داره به حمایت های مالی شما برای اینکه بتونه اداره بشه، بتونه تداوم پیدا بکنه. ولی لذا از شما خواهش میکنم که اگر به این برنامه علاقمند هستید از ما حمایت مالی هم بکنید که بتونیم برنامه ها رو تهیه بکنیم، آماده بکنیم و ارائه بدیم و این کار رو تداوم ببخشیم. بسیار سپاسگزارم و بدرود تا هفته آینده. به الیت مزدا در گچینو خوش آمدید، جایی که فروش و سرویس اتومبیل معنای متفاوت با دیگر نمایشگاه‌های اتومبیل دارند. در الیت مزدا راحتی و رضایت شما در اولویت کار ما قرار دارد. شما فقط با یک بار حضور در نمایشگاه ما در خواهید یافت که تجربه خرید و سرویس اتومبیل در الیت مزدا تجربه کاملا متفاوت و رضایت بخش است. در نمایشگاه الیت مزدا به هنگام سرویس اتومبیل خود شما می توانید از سرویس های رایگان نظیر سالن ورزش و ماساژ، آرایشگاه، انواع نوشیدنی ها و کامپیوتر و اینترنت استفاده کنید. هدف ما در الیت مزدا ارائه بالاترین کیفیت سرویس اتومبیل و قیمت‌های غیرقابل رقابت در فروش مدل‌های مختلف مزدا است. اتومبیلی که برنده جایزه‌های متعدد بین‌المللی شده است. همین امروز از نمایشگاه باشکوه الیت مزدا در گتینو در فاصله 5 دقیقه پارلمان کانادا دیدن کنید تا مزدای دلخواه خود را بیابید. الیت مزدا واقع در 12-05 اوست لابراندری گتینو کبک 819-568-6000 الیت مزدا. باید باور کنیم که در آزمون 33 ساله انقلاب اسلامی و در پیاده کردن اون وعده هایی که به مردم دادیم مردود شدیم. این یک حقیقته، اگرچه تلخ. برای جهل مردا که کتن ها بستیم